شورای امنیت ملی افغانستان نیز در اعلامیه گفته است که در مورد چگونگی وقوع و یا هم حملات تحقیقات را آغاز کردند. دوستا، سال گذشته هم مراسم سالیاد کشته شدن عبدالعلی مزاری هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در آن حداقل 10 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. هدف قرار دادن چنین مراسم و یا هم هدف قرار گرفتن چنین مراسم در نهایت بر روحیه مردم چه تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت؟ برای دریافت معلومات در مورد و بحث روی انکشافات تازه سیاسی در افغانستان، فرصت داریم با خانم معصومه مرادی، والی سابق دایکندی، که همکنون در استودیو کابل لطف کرده حضور دارن، بحثی داشته باشیم. خانم مرادی، سلام بر شما، خسته نباشین. در آغاز، اگر در مورد حمله نظر شما را جویا شویم، شما در مورد این حمله چی میگین؟ تقصیر از کیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. جا داره که عرض تسلیت داشته باشیم شهادت استاد شهید استاد مزاری و خواهران و مادران و برادران بسیار عزیز و گرانقدر خود که ما امروز متاسفانه با چشمان خود دیدیم که دست دادیم. به خانواده‌هایشان تسلیت عرض میکنیم، به مردم شریف افغانستان همچنین تسلیت عرض میکنیم و آرزوی شفای عاجل برای بیماران عزیز داریم. ما امروز طبق عادت همیشگی که در سالگرد مراسم استاد شهید شرکت میکردیم، امروز هم شرکت کردیم با این روحیه و با این انگیزه که استاد شهید، استاد عدالت خواهی و استاد برابری و مساوات و مشارکت سیاسی زنان در سطح افغانستان بودند. بی باور هستیم که میتونیم با مشارکت سیاسی و با صلح و با تداوم و اعتدال میتونیم کشور خود به پیش ببریم. امروز ما پیش چشمای خود دیدیم که متاسفانه خواهرها و مادرها و اطفال ما پیش روی ما پرپر شدند، برادرای عزیز ما که در هر گوشه و کنار افتاده بودند. جای تاسف به است که چرا یک برنامه‌ای که در سال یک باری برنامه برگزار میشه در سطح افغانستان، چرا امنیتی را نباید حکومت به دست بگیره؟ چرا ما باید در این سطح از شرایط حداقل سالگرد استاد شهید خود، سالگرد بزرگای خود تجلیل کرده نتانیم؟ ما متاسفانه سال پیش هم به همین شکل با انفجار روبرو شدیم و امسال با شلیک های بسیار متداوم هاوان که من خودم هم در او مراسم شرکت داشتم و ترس و وحشت در روی تمام بزرگات، در روی تمام مردم عزیزی که در او مراسم شرکت کرده بودن میدیدیم. من فکر میکنم که باید متاسف هستم از حالت. سوال من بخش اساسیش پاسخ ندادین. به نظر شما تقصیر از کی است؟ آیا با آقای محقق ما فکر میکنم شما در تبانی هستین که حکومت را با تبانی، با حلقاتی که ممکن این حملات انجام میده متهم کرده؟ ما مطمئن هستم که حکومت اعلان خواهد کرد که چه کسی مسئولیت این حمله را به عهده خواهد گرفته باشه، اما حتما کسایی هستند که با مردم، با عدالت و با بودن مردم و زنان ما مخالف هستند. هر کسی میخواد باشه، طالب باشه، داعش باشه یا هر کسی دیگه میخواد باشه، کسی هست که با عدالت برابری متاسفانه موافق نیست و مخالف است و حتی در مسئله من میخوام پرسان هم بکنم. در پایتخت یک کشور با معذرت که صحبت شما را قطع میکنم چون وقت برنامه هم میشه کوتاه میباشه. از اینجا کی سوء استفاده میکنم؟ اگر مشخصا اشاره‌ای داشته باشیم به صحبت‌های آقای محقق، هدف قرار دادن این رقم گرد همایی به نفع کی است؟ آقای محقق حکومت افغانستان حتما متهم میکنه. آیا شما که زمان والی حکومت افغانستان بودین، والی بودین در دایکندی، حس کردین گاهی که حکومت افغانستان به خاطر منافعی و یا هم از بین بردن مخالفین خود جان افغان ها را که شما امروز شاهد تلف شدنشان بودین از دست میگیره و یا هم از بین میبره؟ الحمدلله زمانی که ما در ولایت دایکندی کار کردیم، کمتر از 3 سال والی ولایت بودیم، ما با موردهای اینچنینی برخورد نکردیم، چرا که یک تشریک مساعی بین ارگانهای امنیتی ما وجود داشت و اداره ولایت همراه ارگانهای امنیتی ما بسیار تفاهم نزدیک داشتیم، حتی یک پسته ما پس پیش نشد. به این خاطر میگم که خدمت شما که باید افراد بر اساس لیاقت و شایستگی در خیلی از موقف قرار بگیرن. متاسفانه ما بارها و بارها دیدیم که افراد بر اساس واسطه در یک موقف قرار گرفتن. بنان وقتی که بر اساس واسطه باشه، افراد بر اساس لیاقت و شایستگی نداشته باشن و نمیتونن مشکلات امنیتی مردم رو برطرف کنن، باید او بزرگوارا استعفا بدن، بسپارن به کسایی، به عمو سای منصبا، به عمو نظامیای، به عمو مسلکیایی که میتونن امنیت مردم رو به عهده بگیرن. وقتی ما در پایتخت کشور نتونیم امنیت خود بگیریم، ما هیچ انتظاری از ولایت‌های خود باید داشته باشیم. خانم مرادی، گذشته از این بحث باز هم ابراز تاسف میکنم.
یکی مسئله جدی دیگه هشتم ماه مارس روز زن است. ما فرصت داشتیم با شارلوت برنارد همسر زلمه خلیلزاد مصاحبه اختصاصی داشته باشیم. اونا در مصاحبه اختصاصی خود که قرار است لحظات بعد نشر شود گفته که آنانی که خود را فعالین حقوق زن در افغانستان میگن وظیفه خود را من حیث فعال مدنی که باید رو در رو با طالبان به مذاکره شیشتن و یا هم پرداختن است به جان نیاوردن. آیا به این نحوه فکر شما در افغانستان موافق هستیم؟ ما فکر میکنم فرصت داده نشد برای زنان افغانستان. وقتی که طالبان حاضر نشدن با حکومت بیاین بشینن مذاکره و صلح داشته باشن و با گروپ های دیگه ای که مذاکره و صلح خود شروع کردن، زنان افغانستان در چه قالبی میتونستن با اینا وارد مذاکره شن؟ ما به این باور هستم که زنان افغانستان اگر برای اینا فرصت داده شوه، برای اینا شرایط فراهم باشه، میتونن نقش بسیار دوامدار اساسی در پروسه صلح داشته باشن. صحبت ما با حکومت اسلامی افغانستان این هست که پروسه صلح باید کلان و فراگیر باشه. اگر مختص به یک سری افراد خاص باشه و بر اساس گپ‌های تیمی و انتخاباتی باشه، مطمئن باشیم ما نتیجه مطلوب نخواهد گرفتیم. باید بسیار کلان بیندیشیم، به این خاطر که افغانستان مربوط به یک تیم و یک فرد و یک افراد نیست. افغانستان مربوط به همه افغان هاست. همه ما در هر چوکی، در هر مقام، در هر موقعیتی که قرار داریم باید این پروسه صلح سهیم باشیم، به خصوص زنای افغانستان. ما زنای افغانستان دستاوردهای نیم بندی را که فعلا داریم، طی 17 سال گذشته دموکراسی را که داریم، ما نمیخوایم بسیار با آسانی دست بدیم. متاسفانه زنان افغانستان در خیلی از مواقع بسیار چهره سمبولیک داشتن. در خیلی از مواقع زنان در تصمیم گیری های کلان شرکت نداشتن. ما فقط زنان صرفا یک چهره یک زن میخواستیم به نمایش بگذاریم که زن ما در این موقف یا منصب قرار دادیم. ما من حیث تنها والی زن در افغانستان کمتر از 3 سال کار کردیم. هیچ نوع مشکل و مواردی را نداشتم که بخوای از وظیفه خود سبک دوش شوم و یکی بسیار با جرأت، بسیار با جسارت خیلی از مسائل امنیتی را ما حل میکردیم. اگر به زنان فرصت داده شود، زنان میتونند چه در پروسه صلح، چه در ارگانهای اجرایی، چه در ارگانهای امنیتی به بهترین شکل و بهترین موقف کار کنند. خانم مرادی، تشکر از اینکه در طور یک روز وقت خود صرف ما کردیم. با امید بقیه روز خوش.